دوستان مباحثی که راجع به ویلند و دی رو داشتیم میخوایم اینجا با همدیگه دیگه شبیه بکنیم و ببینیم با تغییر پارامترها چه اتفاقی خواهد افتاد من اینجا شبکه‌ای دارم دو تا دیپارتمان دارم دیپارتمان آ با ویلند سر که قرار اثر این ویلند با همدیگه ارتباط داشته باشن دیپارتمان بی با ویلند دیویس که قرار اثر ویلند دیویس با همدیگه ارتباط داشته باشن و این دو شبکه قرار از همدیگه ایزوله باشن یعنی همدیگه رو نبینن خب من میدونم که این پورت هم چون تنها یه ترافیک رو یعنی یه ویلن رو قرار انتقال بدن یعنی پس اترنت سیفک از هر سویچ رو برای دیپارتمان آ در نظر گرفتم باید اکسس باشه پورت فس اترنت صرف از هر سویچ رو برای ویلن دیویز و دیپارتمان بی در نظر گرفتم و چون یه ویلن داخل خودش باید اکسس باشه همچنین این پورت که قرار ترافیک ویلن 200 رو و همچنین ویلن 100 رو داخل خودش عبور بده ترانک در نظر میگیرم که بتونه چند ویلن رو داخل خودش عبور بده با استفاده از تگینگ خب من شروع میکنم کانفیگ هم و از سویچ یک شروع میکنم خب در ابتدای داستان یک شو ویلن بریف میزنم با کامند شو ویلن بریف شما میتونید وضعیت ویلن هاتون رو ببینید مثلا ویلن یکی ویلن دیفالتتون هست روی تمامی پورت ها تعریف شده است همچنین ویلن 1002 تا 1005 که ویلن های مربوط به FTDI و توکرینگ هستن اینها ویلن های دیفالت تمام های سیسکو هستن که با دیفالت همه این ویلن ها تعریف شده شما هر ویلن رو که تعریف میکنید میتونید با این کامند ببینیم که روی کدوم پورت اسان شده شو ویلن آیدی میتونیم بزنید وضعیت هر ویلنت رو ببینید مثلا شو, ویلن یک دی یک خب براتون نشون میده که روی کدوم پرس ها اصلا شده یعنی پر ویلن میتونید شو بگیرید من شروع میکنم به تعریف ویلن صد که نیمش رو میذارم دیپارتمان آ همچنین ویلن دیویز دیپارتمان بی خب با کامند دوش دوش و ویلن بریه میبینید که ویلن صد و دیویز تعریف شده اما ریچ پورتی اساین نشده روی سویچ سمت مقابل هم من این دو ویلن رو تعریف میکنم ویلن صد با نیم دپارتمان آ و ویلن دیویست با نام دیپارتمان B ویلن صد قرار روی پورت فس اترنت صرف یک بشه پس من میزنم سویچ پورت اکسس ویلن صد و همچنین فس اترنت صرف دو هم قرار ویلن دیویس رو داخل خودش عبور بده سویچ پورت اکسس ویلن یعنی که پورت پورت اکسس باشه و ویلنی که قرار داخلش عبور کنه ویلن دیویست باشه همین کار رو این سمت انجام میدم اینترفیس فاس اترنت یک سویچ پورت خب حالا اینها رو بررسی خواهیم کرد بعد از این مرحله سویچ پورت اکسس ویلن 100 و همچنین 02 سویچ پورت اکسس ویلن دیویست حالا اگر شما شو ویلن بریف بگیریم میبینیم که ویلن صد روی پورت صف یک و ویلن دیویس روی پورت صف دو اصلا شده حالا این ترافیک ها رو میتونه داخل پورت خودشون عبور بده خب نکته بعدی این که من دوستان توی هر کدوم از این پیسی ها آی ست کردم یعنی شناسی ست کردم که مشخصی این ش... تجهیزم توی شبکم خواهد بود که از همدیگه متفاوت هست من با کامند پینگ میتونم مشخص کنم که آیا بین این دوتا تجهیز ارتباط هست یا نیست ببینید در با باز کردن پی سی و در از قسمت دسکتاپ آی پی کانفیگوریشن من آی پی این تجهیز رو ست کردم ده سف سف یک و این هم آی پیش ده سف سف خب من از این تجهیز میتونم با کامند پینگ ببینم که با اون سمت ارتباط دارم یا نه ده سف سف خب همونطور که میبینید بین این دوتا تجهیز ارتباطی نیست در حالی که من ویلن ها رو تعریف کردم روی این دوتا پورت اما روی پورت چهار تعریف نکردم خب میرم روی پورت چهار رو تعریف میکنم اینطور بس فس اترنت صفر چهار سویچ پورت خب یه نکته ای که ازش دوستان اینجا اینه که چون قرار این پورت چند ترافیک باید داخل خودش عبور بده من این پورت رو باید چکار کنم ترانک بکنم سویچ پورت اگر علامت سوال بزنید ترانک ویلن الود ویلن دیویست یعنی که ویلن دیویست رو از داخل خودش میتونه عبور بده و همچنین ویلن 100 پورت با این کامنت شما میگید پورتتون از لحاظ اکسس یا ترانک بودن ترانک هستش و ویلنی که از داخل خودش مجاز از عبور بده ویلن 200 و ویلن 100 خواهد بود نکته بعدی این که شما اگر این کامند رو هم نزنید دوستان باز هم ویلن ها رو از داخل خودش عبور خواهد داد چرا خب ببینیم سراغ قسمت بعدی که مربوط به دی تی هستش